پیش از تسلط وهابیان بر مکه، تقریبا تمام اخبار و اطلاعات عربستان توسط کنسول‌ها و نمایندگان کشورهای همسایه مانند مصر، عراق، هند و شام به دست می‌آمد. اما بعد از ایجاد حکومت وهابیت، حضور اروپاییان در عربستان به آسانی فراهم نبود. بنابراین گروهی از سیاحان با هویت جعلی اسلامی به شبه جزیره وارد می‌شدند و اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کردند. یکی از مشهورترین این سیاحان بادیا لبلش اسپانیایی با هویت علی بک عباسی بود که توانست با هدف اکتشاف در قاره افریقا حمایت مالی دولت را برای سفرش به شرق جلب کند. سفر او در سال 1218 هجری قمری و با ورودش به طنجه آغاز شد. مدتی آنجا ماند و بعد به شهرهای طرابلس و اسکندریه سفر کرد. او سال بعد از تسلط وهابیان به مکه رسید و حج سال 1221 هجری را در مکه گذراند و خود را یکی از بازماندگان خاندان عباسی متولد حلب معرفی کرد. وی همچون اشرافزاده عرب سفر میکرد و به حاکمان شهرهای اسلامی نزدیک میشد. لبلش به چند پارگی قدرت در حجاز در دوره حضورش در مکه اشاره کرده و شرایطی که مردم نمیدانند حاکمشان کیست. چون وهابیان در تلاش بودند دست حکومت عثمانی را از عربستان کوتاه کنند و به همین منظور بود که قاضی شهرهای مکه، مدینه و جده را که از طرف عثمانی آمده بودند بازگرداندند و از طرف خود قضات جدیدی منصوب کردند. به گفته علی بک، وهابی ها در فضای عمومی مکه ترس و وحشت ایجاد کردند و مردم سعی میکردند از آنها فاصله بگیرند. آنها مزارهای مکه را از بین بردند و زیارت همه مساجد و خانه هایی را که یادگاری از اعمال پیامبر بود ممنوع کردند. حتی استفاده از تسبیح نیز ممنوع شد. سعودی ها نگهبانان مسلح در پایین کوه نور گذاشته بودند تا کسی نتواند برای زیارت به بالای کوه برود. در کتاب علی بک آمده است که وهابیت جنبشی است اسلامی برای بازگرداندن اسلام به همان سادگی ابتدایی آن. وهابی ها فقط قرآن و حدیث را منبع اصلی استخراج احکام به شما را ورده و سایر مذاهب فقهی را نفی می کردند. او وهابیت را سازگار با روحیه و زندگی بدویان می داند و معتقد است عامل موفقیت محمد بن عبدالوهاب در جذب قبایل نجد همین موضوع است، چون مخالفت با شواهر مذهبی برای مردم مکه که بخش عمده‌ای درآمد خود را از سفرهای زیارتی به دست می‌آوردند خوشایند نبود. ولی قبایل بدوی با آیین‌ها بی‌تفاوت بودند و از نظر دینی نیز چندین تعلیم ندیده بودند که جایگاه آیین‌ها در مذهب را دریابند. علی بک با وجود اشاره به استعداد وهابیت در کسب تمدن، برای جنبش نوپای وهابی آینده موفقی پیشبینی نکرده بود و مهمترین مانع را نیز در عقاید این قوم دانسته که با دستاوردهای تمدنی سایر اقوام مسلمان در تضاد بود. در حقیقت او چنین برداشت کرده که سختگیری های وهابیت مخالف تمدن است و پذیرشان در جایی غیر از بیابانهای شبه جزیره عربستان غیر ممکن است. از طرفی هم آنها نمی توانند روابط خود را برای همیشه با سایر ملت ها قطع کنند و نیاز به تجارت دارند و این مسئله آنها را مجبور خواهد کرد از تعصب و سختگیری دست بردارند. وهابیت در سیر تاریخی خود در تبدیل شدن به مذهب حکومتی مجبور به پذیرش برخی از اصلاحات شد، اما تندروی و تعصب آمیخته به خشونت خود را حفظ کرد و همچنان در همسخنی با مسلمانان و سایر مردم جهان دچار مشکلات هستند.